السلام علیکم دوستای عزیز، یک بار دیگه خوش آمدین. امیدوارستم جور صحت باشین. دوستا بازم با یک ویدیوی ایدی در حدودتان حاضر شدیم. امیدوارستم تا آخر ویدیو با ما همراه باشین. دوستای عزیز، قسمی که گفتم میخوایم امروز بازم یک نوع کلچی ایدی آماده کنم. به خاطر آماده کردن شربتش به 1.5 گلاس آب و 1.5 گلاس هم بوره ضرورت داریم. داخل یک ظرف میریزیم و بالای حرارت متوسط میگذاریم تا آب به جوش بیایه و بوره کاملا داخل آب حل شود. بعد از اینکه بوره کاملا حل شد، چند دانه زعفران به خاطر خوش رنگ شدن و یک قاشق آب لیمو بالایش اضافه میکنیم و به مدت 2 الی 3 دقیقه روی حرارت بعد از اینکه زعفران اضافه کردیم میگذاریم. بعدا وقتی که غلظت شراب به شکل بود تا دیگه خاموش میکنیم و در یک ظرف دیگه صاف میکنیم، در یک گوشه میگذاریم تا کاملا سرد شود. به خاطر آماده کردن این کلچه دوستام از خمیر تیار استفاده کردیم، خمیر 1000 لا. اگر دوست داشتین و خواستین طرز آماده کردن خمیرشم در ویدیوهای دیگه برتان نشان میتم، شما در کامنت بنویسین. من حتما در ویدیوهای بعدی طرز آماده کردن خمیر 1000 لا رم با شما شریک میکنم. ایم از خمیری که در مارکت ها تیار فروخته میشه، خمیر 1000 لا. قبل از اینکه استفاده کنین، 1 ساعت قبل از یخچال بیرون کنین تا یخش آب شوه. به شکلهای مختلف از دوستای عزیز، بعضیش به شکل لوله، بعضی هم به شکل برش زده. به این شکل 20 سانتی اندازیش است. ببینیم قسمی گفتم 1 ساعت قبل از استفاده ما از یخچال بیرون کردیم، کاملا یخ شاب شده و آماده استفاده کردن است. با این شکل همیشه روی یک سطح هم میگذارم. بعدا روی تمام خمیره را با شربت که آماده کرده بودیم و کاملا سرد شده، به این شکل روی خمیره چرب میکنیم. تمام قسمتش با شربت آماده شده به این شکل چرب میکنیم. دوستا، شیرنی که من امروز آماده میکنم به نام شیرنی زبان یاد میشه که اصلا یکی از شیرنی های مشهور کشور ایران است. واقعا خوشمزه و بسیار ساده. تنها خمیرش کم وقت گیر است، اما اگر وقت نداشتین مثل که من از خمیر تیار استفاده کردم، شما میتونین از خمیر آماده و تیار از بازار بخرین و در کمترین وقت به طریقی بسیار راحت و آسان کلچه را آماده بسازین. بعد از اینکه روی خمیره را دوستا چرب کردیم، لایه دیگه دوباره رویش میگذاریم و اگر قالب مخصوصی از این کلچه را داشتین میتونین از قالب استفاده کنین. در غیر از او به این شکل میتونین یک خطکش بگیرین، به اندازه 5 سانتی جدا کنین تا همیش به یک اندازه و منظم باشه برش بزنیم. ببینین به این شکل همیش به اندازه 5 سانتی ارزش البته جدا میکنیم، طولش خو از همگیش اونا یک برابر است. ببینین دوستای عزیز به این شکل. بعدا وسطش هم توسط کتر به این شکل برش میزنیم. و یک گپه باید یادآوریشم دوستای عزیز، بعد از اینکه روی خمیره را دوباره با شربت چرب کردیم، تا حدی که میتوانین باید کوشش کنیم که
در خمیر دیگر دست نزنین و از وسیله مخصوص مثل که گیر و یا از هر وسیله که میتونین به این شکل استفاده کنین و دیگر بعد از اینکه چربش کردین دست نزنین تا اطرافش چون خمیر از آلاست بند نشه تا باشه در وقتی که در داش میمانیم هر لایش هوا کش کنه و پخته شوه. به می شکل ادامه میتیم تمام خمیره را قسمی که گفتم به اندازه 5-5 سانتی جدا میکنیم، برش میزنیم و قسمت های چهار طرفش هم دیدیم که کمی با هم چسبندگی داشت او را هم دوباره کمی کرد میکنیم، برش میزنیم تا داداش باشه که براحتی هر لایش هوا بگیره و با آسانی پخته شوه. دوباره رویش با شربت چرب میکنیم. ببینین به این شکل دوستای عزیز این قسمت ازی کمی چسبندگی داشت، من دوباره کت کردم توسط کتر. دیگه خمیره را ما روی پتنوس گذاشتیم، حالا به مدت 20 دقیقه داخل یخچال میمانیم. بعد از 20 دقیقه وقتی که از یخچال دوباره بیرون کردیم به بار دوم رویش با شربت خوب چرب میکنیم. داشه 10 دقیقه قبل 8 الی 10 دقیقه قبل باید روشن کنیم تا داش خوب گرم شوه، البته به درجه 180 وقتی که خمیره میمانیم در داش گرم باید باشه که هر لایش خود دمو لحظه اول باز کنه. حالا به مدت 15 دقیقه داخل داش میگذاریم. ببینین دوستای عزیز بعد از 15 دقیقه کلچه ما چقدر خوش رنگ شده، واقعا بسیار یک کلچه خوشمزه است و پوفش هم در تصویر کاملا معلوم میشه، هر لایش خود باز کرده. بعد از اینکه از یخچال بیرون کردیم برای بار سیم رویش توسط از شربت خوب چرب میکنیم. دیگه تقریبا کلچه ما آماده شده. بعد از اینکه تمام قسمت های کلچه را با شربت دوباره چرب کردیم، روی کلچه ها به خاطر دیزاینش از پودر پسته استفاده میکنیم. در یک طرفش پودر پسته میریزیم. اگر شما طعم پودر ناریال دوست داشتین میتونید از پودر ناریال هم استفاده کنیم، واقعا خوش رنگ خوشمزه میشه با او هم. او نظر به خواست و ذائقه خودتان است که از کدامش استفاده میکنین. دیگه قسمی که دیدین دوستای عزیز بسیار راحت، کم مصرف، کم جنجال، در کمترین وقت آماده شد. تنها به خاطر اید نه، به خاطر میمانیایی که وقت زیاد نمی داشته باشین اما میمانی خاص می باشه، میتونین از کلچه ساده آسان آماده کنین و سفره ایدی و سفره میمانی تان خوش رنگ تر بسازین. دیگه دوستای عزیز امیدوار هستم لذت برده باشین، حتما آماده کنین و نوش جان کنین با اعضای فامیل و دوستانتان و به خاطر ویدیوهای بیشتر و غذاهای خوشمزه تر ما را حمایت کنین و چنل را سابسکرایب کنین. تا ویدیوی بعدی همه شما عزیزان را به خداوند یکتا می‌سپارم. وقت خوش داشته باشین، شاد و خرم باشین.